This is IRTV, the Iranian television program. سلام به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی آیارتیوی. امیدوارم که همگی خوب و خوش و شادمان باشید. هفته گذشته خبرهایی که از ایران می‌رسید متاسفانه مثل همیشه حکایت از نقض مکرر و مداوم حقوق بشر و حقوق اولیه مردم ایران داشت. از صدور احکام ناعادلانه علیه تظاهر کنندگان روز عاشورا گرفته تا برملا شدن وقایع تلخ دیگری در زندان مخوف کهریزک، و این علاوه بر معضلات اقتصادی و اجتماعی دیگری است که مردم ایران به طور روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. هفته گذشته زلزله فیروزکوه و سانحه قطار نیز متاسفانه بر این مشکلات عدیده افزود، اما خوشبختانه انگار هرچه سختی ها و ناملایمات بیشتر می شوند، اراده مردم و مبارزان ایران نیز برای مقابله با مشکلات و از میان بردن موانع بیش از پیش راسختر و استوارتر می گردن. به امید پایداری و برقراری هرچه بیشتر مردم ایران، اجازه بدید با هم نگاه کنیم به مهمترین رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت. تلویزیون ایرانیان گزارش می دهد. داستان شهرستان خوی به دنبال تهدیداتی که علیه جانش به عمل آمده بود در جلوی خانهش ترور شد. مقامات ایرانی و روسی اعلام کردند که نیروگاه هسته‌ای بوشهر سرانجام در ماه سپتامبر گشایش خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا گفت جهان در برابر ایران عقب نشینی نمی کند، و وزیر خارجه روسیه از رد پیشنهاد هسته‌ای توسط ایران ابراز تأسف کرد. وزارت ارشاد امتیاز تعدادی از روزنامه‌ها را لغو کرد و به تعدادی دیگر تذکر داد. علی خامنه‌ای از مخالفان دولت در داخل حکومت خواست موضع خود را مشخص کنند. تهران گزارش‌های مربوط به ملاقات رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران با وزیر جهانگردی اسرائیل را تکذیب کرد. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر دکتر نوری‌زاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان.